و کالیفرنیا. persianvodka.ca. آمیفیکس، ارائه کننده زیباترین وسایل تزیینی و کاربردی برای زینت بخشیدن به آشپزخانه و منازل شما. از قبیل برجسته‌کاری‌های چوبی در انواع مختلف و رنگ‌های متعدد برای زیباسازی دیوار منازل، دستگیره‌های تهیه شده از فلزات گوناگون با تزیینات چشمگیر، انواع ستون‌های چوبی با تراش‌های منحصر به فرد برای زیباسازی شومینه و دیوار منازل، انواع چراغ‌های تزیینی LED برای زینت بخشیدن در بالا و پایین کابینت، آیلند و کانترتاپ. ارائه انواع لولاها و کشوهایی که به آسانی بسته می شوند. سافت کلوزینگ، ارائه پانتری با ارتفاع گوناگون و قفسه‌های جادار برای جاسازی وسایل آشپزخانه. انواع ارگانایزر برای قاشق و چنگال و جواهرات. انواع ترشکن که در کشوهای آشپزخانه مخفی نگاه داشته می شوند. با آمیفیکس، منزلی با تزیینات منحصر به فرد و آشپزخانه زیبا و مجهز و جادار خواهید داشت. 818-834-7050 amifixcorp.com. درود گرم و صمیمانه حضور یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و آرزوی شادمانی و تندرستی برای شما هموطنان عزیزم در هر کجای دنیا که هستید و تماشاگر این برنامه خبری. من مجده حبیبی هستم و از شما دعوت میکنم به مشروع مهمترین خبرهای ایران و جهان از تلویزیون اندیشه توجه فرمایید. در ایران یک مقام مسئول در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد تا کنون حضور 10 رئیس جمهور در مراسم تحلیف حسن روحانی که قرار است 13 مرداد ماه برگزار شود قطعی شده است. محمد یثربی مدیر کل اداره تشریفات مجلس گفت تا کنون حضور رؤسای جمهوری کشورهای گینه، توگو، افغانستان، پاکستان، کره شمالی، قزاقستان، لبنان، ارمنستان، تاجیکستان و ترکمنستان در این مراسم قطعی شده است. محمد یثربی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین گفت بجز 10 رئیس جمهور یاد شده، معاون دبیر کل سازمان ملل و نخست وزیر پیشین مالزی نیز در این مراسم حضور خواهند یافت. وی همچنین از قطعی شدن حضور 3 نخست وزیر، 5 رئیس مجلس، 5 معاون رئیس جمهوری و 10 وزیر خارجه در مراسم تحلیف حسن روحانی خبر داد و افزود از کشور عراق به علت بیماری رئیس جمهوری این کشور قرار است کفیل ریاست جمهوری این کشور در مراسم حضور یابد. به گفته محمد یثربی تا کنون جمعاً حضور مقامات 40 کشور دنیا در مراسم تحلیف حسن روحانی قطعی شده است. بر اساس گزارش‌ها ایران از مقامات آمریکایی برای حضور در مراسم تحلیف روحانی دعوت نکرده و حضور مقامات کشورهای اروپایی در این مراسم هنوز قطعی نیست. با نزدیک شدن به زمان آغاز کار دولت جدید در ایران، گزارش‌ها درباره ترکیب کابینه حسن روحانی در رسانه‌های کشور افزایش یافته است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نوشت طبق اخباری که از دفتر حسن روحانی می‌رسد، تاکنون 17 جایگاه در ترکیب کابینه 11 مشخص شده است. در همین روز سایت خبری قانون نیز در گزارشی از ترکیب کابینه جدید از افرادی نام برده که تقریباً مشابه فهرست منتشر شده از سوی خبرگزاری ایسنا است. در فهرست این دو رسانه داخل ایران از جمله علی جنتی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمود علوی وزیر اطلاعات، محمد جواد ظریف وزیر خارجه و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت معرفی شدند.
از سوی دیگر 34 تن از نمایندگان اهل سنت در مجلس شورای اسلامی در نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی از او خواستند از نیروهای شایسته و مجرب اهل سنت برای اداره کشور استفاده کند. در این نامه که در سایت‌های اصلاح طلب چاپ شده، امضا کنندگان به مشارکت وسیع اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری اخیر و رأی آنها به حسن روحانی اشاره کرده و از او خواستند بدون توجه به کارشکنی‌ها نیروهای شایسته آنها را به کار گیرد و مرهمی بر زخم‌های این اقلیت مذهبی در کشور بگذارد. در همین حال کمیسیون و شاخه زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی از حسن روحانی خواسته است زنان توانمند، متخصص و مجرب را در کابینه‌اش به کار گیرد. این نهاد تصریح کرده است واقعیاتی را که دولت جدید در سیاست خارجی و داخلی با آن مواجه است درک می‌کند و می‌داند که تحقق مطالبات زمان به زنان به زمان و برنامه‌ریزی نیاز دارد، اما لازم می‌داند مهمترین مطالبات زنان را بار دیگر بیان کند. جدی گرفتن انتصاب زنان در کابینه، تشکیل معاونت زنان، در نظر گرفتن سهمیه برای حضور زنان در نهادهای انتخابی و انتصابی، تلاش برای پیوستن به کنوانسیون جهانی رفع تبعیض علیه زنان، تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی زن و تلاش برای رفع حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از مطالباتی است که در این بیانیه مطرح شده است. این در حالی است که روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در شماره امروز خود به حسن روحانی نسبت به واگذاری پست‌های کلیدی دولت خود به اصلاح طلبان هشدار داد. به گزارش منابع خبری در ایران، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با گروهی از دانشجویان با اشاره به وقایع انتخابات ریاست جمهوری 4 سال پیش گفت در جلسات خصوصی گفته می‌شود تقلبی رخ نداده بود، پس به چه علت کشور را به لبه پرتگاه بردید؟ وی در دیدار روز گذشته خود همچنین اظهار داشت بارها و بارها این سوال را نه در مجامع عمومی بلکه به شکلی که قابل پاسخ دادن باشد مطرح کرده ایم، پس چرا جواب نمی دهند و چرا عذرخواهی نمی کنند؟ خامنه‌ای با اشاره به اوضاع پرآشوب برخی کشورهای منطقه گفت می دانید اگر در فتنه 88 خدا کمک نمی کرد و گروه های مردمی به جان هم می افتادند، کشور به چه روزی می افتاد؟ فتنه اصطلاحی است که مسئولان حکومتی ایران برای اشاره به اعتراضات نتایج انتخابات 88 به کار می‌برند. میرحسین موسوی، مهدی کروبی نامزدهای معترض به نتایج انتخابات در بازداشت خانگی قرار دارند. همزمان علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی امروز در صحن علنی مجلس از رئیس قوه قضاییه خواست بدون توجه به فشار مقامات امنیتی آن دسته از زندانیان سیاسی که تنها انتقاد کرده اند را آزاد و تکلیف حبس خانگی رهبران مخالفان را روشن کنند. به افزود حداقل این است که به آنها اجازه دفاع از خود داده شود. به گفته مقامات ایران این وضعیت به دستور علی خامنه‌ای بر آنها تحمیل شده است. در همین حال دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران مصطفی دینی در سخنان خود در حضور علی خامنه‌ای گفته است علی‌رغم اعلام صدور احکام قضایی یک سوال همچنان در ذهن دانشجویان باقی مانده و آن اینکه چرا هنوز عاملان اصلی تعدی به حریم دانشجویان و جوانان که با ظلم آشکار حرمت لباس خدمت به نظام را حد کرده اند به مردم معرفی نگردیده است. بنابر سنتی رایج هر سال در یکی از شب‌های ماه رمضان گروهی از اعضای تشکل‌های دانشجویی به دیدار علی خامنه‌ای می‌روند و به طور معمول خبر این دیدار منحصراً توسط دفتر رهبری تنظیم و در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد، اما در سایت رهبر جمهوری اسلامی تاکنون خبری در مورد اظهارات دانشجویان شرکت کننده معترض در این جلسه منتشر نشده است. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس و فعال حقوق مدنی که در بند 350 زندان اوین نگاهداری می شود، در نامه‌ای که به دادسرای عمومی و انقلاب تهران نوشته، از تمدید نشدن مرخصی درمانی و خطری که جان فرزندش را در زندان تهدید می کند سخن گفته است. احمد رونقی ملکی در نامه خود می نویسد پسرش با مشکل بیماری کلیه مواجه است و اگر در زندان بماند جانش در خطر است. حسین رونقی ملکی از مسئولان کمیته مبارزه با سانسور از زندانیان سیاسی ایران است که از جمله به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 15 سال زندان محکوم شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، وکیل خانواده محسن روح الامینی، یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک، از اعتراض رسمی موکل خود به حکم دادگاه رسیدگی به این پرونده خبر داد. به گفته میرمجید طاهری، وکیل خانواده روح الامینی، یکی از اعتراضها به نحوه یکی از مجازات هاست. اعتراض دیگر به قرار منع تعقیب در مورد یکی از اتهام ها صورت گرفته و در بخش دیگر اعتراض متوجه یکی از متهمان است و پرونده در حال رسیدگی است. نام این متهم اعلام نشده، اما وکیل این خانواده گفته بود پرونده شکایت خانواده روح الامینی از سعید مرتضوی و علی اکبر حیدری فر درباره اتهام معاونت در قتل هنوز باز است. دادگاه رسیدگی به جریان کشته شدن محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک در پی اعتراض‌های گسترده در ایران به نتیجه انتخابات سال 88 پایان یافت. این دادگاه سه مقام پیشین قضایی ایران، یعنی سعید مرتضوی، علی اکبر حیدری فر و حسن زارع دهنوی را به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد قنبری، یکی از پیروان کیش اهل حق که در کنار مجلس شورای اسلامی در تهران دست به خودسوزی زده بود، بر اثر شدت سوختگی در بیمارستان مطهری تهران درگذشت. 10 نفر از پیروان اهل حق که از شهرهای مختلف به تهران آمده بودند، از بامداد روز گذشته در مقابل بیمارستان تجمع کردند که در پی آن تدابیر امنیتی در بیمارستان مطهری و اطراف آن برقرار شد و ماموران یگان ویژه ضد شورش نیروی انتظامی در اطراف این بیمارستان مستقر شدند. به گزارش وبسایت فعالان حقوق بشر در ایران، پیکر این جوان 22 ساله صبح امروز با شرکت 100 نفر از همکیشانش به خاک سپرده شد. در کمتر از 2 ماه اخیر محمد قنبری 3 نفر از پیروان اهل حق بود که جان خود را در اثر خودسوزی از دست داد. روند این خودسوزی ها در اعتراض به آنچه تبعیض در مورد پیروان اهل حق و توهین به آداب و رسوم مذهبی آنان عنوان شده آغاز شد. تجمع کنندگان در سخنانشان تاکید کردند خواسته هایشان سیاسی نیست و تنها خواهان ملاقات با مسئولان برای مذاکره در جهت جلوگیری از رفتارهای توهین‌آمیز با پیروان این کیش و نقض حقوقشان هستند. به گزارش منابع خبری در ایران، پس از آن که گفته شد شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران محمود احمدی نژاد مجوز تأسیس دانشگاهی بین‌المللی به نام دانشگاه ایرانیان را داده است، برخی از چهره‌های فرهنگی به این موضوع اعتراض کردند. 2 روز پیش اعلام شد اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در آخرین جلسه خود در دولت فعلی، ضمن تقدیر و تشکر از 8 سال فعالیت احمدی نژاد در این شورا، به اتفاق آرا مجوز تأسیس دانشگاهی را در تهران به وی اعطا کردند. بر اساس این گزارش، مجوز تأسیس این دانشگاه برای شهر تهران صادر شده و نام آن دانشگاه ایرانیان خواهد بود. محمود احمدی نژاد در یک گفتگوی زنده تلویزیونی درباره فعالیت‌هایش پس از پایان ریاست جمهوری گفت: یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام شود توسعه علمی کشور است که من می‌خواهم وارد این بخش شوم و برنامه من تأسیس دانشگاهی بین‌المللی است که حتی از خارج از کشور هم دانشجو می‌پذیرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، انتشار این خبر واکنش‌های مختلفی را از چهره‌های سیاسی و فرهنگی به دنبال داشته است. بینندگان عزیز، تا دقایقی دیگر به ادامه خبرها توجه فرمایید. قابل توجه هموطنانی که مایل به خرید املاک مسکونی و تجاری هستند. پایین بودن قیمت‌های املاک، پایین بودن بهره‌های بانکی، افزایش اجاره‌ها، تورم قیمت کالاهای گوناگون به خصوص بنزین، افزایش جمعیت، کمبود خانه‌سازی و تحت فشار بودن بانک‌ها به علت وجود خانه‌های ضبط شده فراوان، زمان مناسب و استثنایی برای خرید املاک به وجود آورده است. این موقعیت استثنایی دائمی نخواهد بود. با مشاورین آگاه و پرتجربه تماس بگیرید و از این فرصت طلایی استفاده کنید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN Realty و RRN International در اکثر کشورهای جهان به خصوص آمریکا در خدمت شما عزیزان هستند. تلفن دفتر مرکزی در کالیفرنیا 888-909-4726 و یا 858-634-4232. We'll be right back.
که اصل است از دیده پنهان است. زیبایی حقیقت درون، The Beauty of Inner Truth، JNA Gallery در برگموت ستیشن آرت سنتر تقدیم می کند. نمایشگاه نقاشی های فریبا آمری، رقص موزون رنگ ها بر صفحه بوم سپید نقاشی، از شنبه 13 جولای تا اول سپتامبر در 2525 میشیگان اونیو سویت D4 شهر سانتا مونیکا، دوشنبه تا شنبه 5 تا 10 بعد از ظهر و یک شنبه ها 12 نیمروز تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-315-9502 jnagallery.com. شراره شیروانی، مشاور و یاور مهربان و امین شما در امور املاک در شهر هیوستون. هیوستون چهارمین شهر بزرگ آمریکا، شهری امن با دانشگاه‌های معتبر و برجسته، مرکز تأسیسات نفتی و فضایی آمریکا و دارای مراکز بسیار پیشرفته پزشکی است که در همین حال یکی از ارزان‌ترین شهرهای آمریکا برای زندگی محسوب می‌شود. شهر هیوستون در بحران اقتصادی دچار رکود نشده و با ایرانی ها میهمان نواز، خونگرم و مهربان است. با شراره شیروانی تماس بگیرید. 713-443-3880. دیاری و نشر ادراری بدون کنترل در بانوان یک مشکل آزاردهنده و غیر قابل تحمل است که در شئون اجتماعی و زندگی بهداشتی آنان ایجاد اختلال می کند. با تکنیک ابداعی دکتر داریوش صمیمی، پزشک و جراح متخصص زنان، محقق و پژوهشگر برجسته جامعه ایرانی در US Women Institute، بیماران به طور سرپایی بدون نیاز به بستری شدن در بیمارستان تحت درمان قرار می گیرند و ظرف کمتر از 24 ساعت به منزل باز می گردند. اهمیت بسیار این تکنیک موفقیت‌آمیز، پیشگیری از صدمات رایج به اعصاب پایین لگن و جلوگیری از برداشتن رحم و عوارض دیگر بعد از عمل است. روش ابداعی دکتر داریوش صمیمی مورد تایید مراکز تحقیقاتی و آموزشی آمریکا قرار گرفته و تدریس آن در دانشگاه‌های خارج و داخل آمریکا با استقبال فراوان روبرو شده است. این تکنیک موفقیت‌آمیز می‌تواند زندگی شما را دگرگون کند. تلفن 714-546-3898. ادامه خبرها. خبرگزاری رویترز گزارش داد طرح صادرات تحریم‌های نفتی ایران در روز چهارشنبه همین هفته در مجلس نمایندگان آمریکا به رأی گذاشته خواهد شد. به گفته دستیاران اعضای مجلس نمایندگان آمریکا، هدف این طرح کاهش مجدد صادرات نفت ایران به میزان 1 میلیون بشکه در روز در طی مدت 1 سال است. این گزارش می‌افزاید احتمالاً این طرح به راحتی در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب می‌شود، ولی از آنجا که طرح مشترکی درباره آن در سنای آمریکا به تصویب نرسیده، فوراً به صورت قانون در نخواهد آمد. پیشتر نمایندگان مجلس آمریکا در نشست ماه می خود گفته بودند خواسته آنها کاهش 2/3 از صادرات نفت ایران است. از آنجا که ایران در سال گذشته در حدود 1,500,000 بشکه نفت در روز صادرات داشته است، هدف اعضای مجلس نمایندگان کاهش صادرات نفت به میزان 500,000 بشکه در روز ارزیابی شده بود. در صورت تصویب این طرح در روز چهارشنبه، این اقدام نشان از اختلاف نظر اعضای مجلس نمایندگان و دولت اوباما بر سر چگونگی رویارویی با ایران خواهد بود. این در حالی است که وزارت خزانه داری آمریکا هفته گذشته نام صدها قلم از تجهیزات پزشکی و درمانی را به فهرست کالاهای مجاز برای صادرات به ایران اضافه کرد. به گزارش رویترز، این تحریم‌ها می‌تواند به معنای رویارویی با کشورهای چین و هند باشد که همچنان از بزرگترین خریداران نفت خام ایران هستند. مذاکرات مستقیم میان فلسطینی‌ها و اسرائیل عصر امروز به میزبانی جان کری وزیر خارجه آمریکا میان هیئت اسرائیل به سرپرستی زیپی لیونی و هیئت فلسطینی به سرپرستی صاحب عریقات در واشنگتن آغاز شد.
به گفته وزارت خارجه آمریکا بعد از گذشت 3 سال برای نخستین بار مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در واشنگتن آغاز شده است. این مذاکرات پس از آن انجام می‌شود که دولت اسرائیل با آزادی فلسطینی‌هایی که مدت‌های طولانی در اسرائیل زندانی بودند موافقت کرد. طرح آزادی این زندانیان که از حمایت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برخوردار بود در حالی در روز یکشنبه به تایید دولت رسید که مخالفت بسیاری با تایید آن در کابینه نتانیاهو وجود داشت. با اجرای این طرح 104 فلسطینی طی 4 مرحله از مذاکرات صلح با محمود عباس رهبر تشکیلات فلسطینی آزاد خواهند شد. هیئت‌های فلسطینی و اسرائیل فردا نیز ادامه این مذاکرات را در واشنگتن پی خواهند گرفت. در مصر در حالی که امروز هزاران تن از هواداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این کشور در سرپیچی از هشدار ارتش در برابر تأسیسات نظامی دست به راهپیمایی زدند، گزارش‌های خبری حاکی است خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به مصر سفر کرده با عبدالفتاح السیسی فرمانده ارتش، محمد البرادعی معاون رئیس جمهور موقت و نبیل فهمی وزیر خارجه دولت موقت این کشور دیدار و گفتگو کرده است. خانم اشتون در جریان سفرش به مصر از مقامات این کشور خواست از رویارویی با هواداران اخوان المسلمین که از محمد مرسی حمایت می‌کنند دست بردارند. در جریان مقابله ارتش با طرفداران مرسی در روزهای اخیر دست کم 80 کشته و شمار زیادی مجروح شدند. این دومین سفر خانم اشتون به مصر از زمان برکناری محمد مرسی در این کشور است. به گفته محمد البرادعی او در جریان دیدارش با خانم کاترین اشتون اعلام کرده رهبری جدید مصر همه توان خود را برای دستیابی به راه حلی صلح‌آمیز جهت پایان دادن به بحران فعلی در کشور به کار می‌گیرد. گزارش‌های دیگر حاکی است پلیس مصر امروز 2 تن دیگر از رهبران نزدیک به اخوان المسلمین را بازداشت کرده است. بر اساس این گزارش ابوالعلا مازی و معاون او اسام سلطان صبح امروز همراه با مقدار زیادی دلار، یورو و پوند بازداشت شدند و به زندانی منتقل شدند که حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر و شمار دیگری از سران حکومت او در آنجا زندانی هستند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس از زمان برکناری محمد مرسی تا کنون 260 نفر در نارامی‌های مصر کشته شدند. معترضین در مصر اعلام کردند فردا سه‌شنبه نیز راهپیمایی بزرگی برگزار خواهند کرد. در عراق منابع خبری گزارش می‌دهند امروز 17 انفجار در مناطق مختلف شیعه نشین در بغداد و دیگر شهرهای این کشور دست کم 60 کشته به جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز 17 انفجار که به نظر می‌آید در اقدامی هماهنگ منفجر شده باشند، خیابان‌های پر ازدحام و بازارهای چندین شهر شیعه نشین جنوب عراق و همچنین محلات شیعه نشین پایتخت را هدف قرار داده است. به گفته تحلیلگران انفجارهای امروز نشان دهنده بدتر شدن وضعیت امنیتی در عراق است. گروه ناظر بر خشونت‌ها در عراق اعلام کرده از آغاز سال جاری در حدود 4000 نفر در خشونت‌ها کشته شدند که 810 نفر از آنها در ماه جولای جان خود را از دست دادند. درگیری‌های فرقه‌ای در سوریه تنش میان سنی‌ها و شیعیان را در عراق تشدید کرده است. در سوریه نیروهای دولتی اعلام کردند بخش مهم شهر هومس را که در کنترل شورشیان بود به تصرف خود درآوردند. گروه نظارت بر حقوق بشر در سوریه که مقرش در لندن است و اطلاعات خود را از طریق فعالان غیر نظامی و شورشیان کسب می کند، طی 2 روز گذشته تایید کرده بود که ارتش سوریه در حال پیشروی به سمت مرکز هومس است. به گزارش این ناظران هنوز هم درگیری و تبادل آتش میان نیروهای نظامی رژیم اسد و مخالفان در بخش جنوبی خالدیه ادامه دارد. شهر هومس از کانونهای اصلی مخالفان علیه رژیم بشار اسد است. این در حالی است که سخنگوی سازمان کمک به آوارگان و پناهندگان امروز در مصاحبه با رسانه‌ها گفت این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد از جامعه بین‌الملل و اتحادیه اروپا می‌خواهد که در مجموع 10,000 آواره سوری را به پناهندگی بپذیرند. وی افزود اگر در ماه آینده راه حلی سیاسی برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه یافت نشود، باید 10,000 نفر دیگر نیز در مناطق امن پناه داده شوند. در تونس گزارش‌های خبری حاکی است ساعتی پس از مراسم افطار ماه رمضان 10,000 تن از شهروندان این کشور با گرد همایی در برابر ساختمان مجلس مؤسسان در حمایت و یا بر ضد رهبران کنونی کشور شعار دادند.
ترور هفته گذشته محمد البراهمی از چهره‌های مطرح مخالف دولت خشم ده‌ها هزار تونسی را برانگیخته و فضای سیاسی کشور را بار دیگر پرتنش کرده است. بر اساس این گزارش، رویارویی مخالفان و موافقان حکومت تونس، دولت ائتلافی این کشور را مجبور به برگزاری یک نشست اضطراری کرده است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان که هفته گذشته به برزیل سفر کرده بود، در راه بازگشت از این کشور در مصاحبه مطبوعاتی در داخل هواپیما در پاسخ به سوالاتی درباره افراد همجنسگرا گفت این افراد نباید به حاشیه رانده شوند، بلکه باید جذب جامعه شوند. پاپ در همین حال بار دیگر موضع کلیسای کاتولیک روم مبنی بر اینکه برقرار کردن رابطه جنسی با همجنس گناه است را تایید کرد، اما گفت اگر یک فرد همجنسگرا در جستجوی خدا و نیت خیر است، من چه کسی هستم که درباره این فرد قضاوت کنم. گفته می شود موضع پاپ فرانسیس درباره همجنسگرایی نسبت به پاپ های پیشین به مراتب مسالمت آمیزتر است. پاپ بندیکت 16 هم رهبر سابق کاتولیکای جهان در سال 2005 با امضای مدرکی تأکید کرد مردان دارای گرایشات همجنسگرایی نباید کشیش شوند. اما پاپ فرانسیس گفته است کشیش های همجنسگرا باید بخشیده و گناهانشان فراموش شود. پاپ فرانسیس همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت خواستار نقش بیشتر زنان در کلیسا است، اما خاطر نشان کرد که زنان نمی توانند کشیش شوند. سفر به برزیل نخستین سفر پاپ به خارج از مرزهای واتیکان بوده است. و سرانجام این که در جریان یکی از بزرگترین سرقت‌های جواهرات در اروپا طی سال‌های اخیر، جواهراتی به ارزش حدود 136 میلیون دلار روز گذشته از هتل کارلتون اینترکانتیننتال در شهر کن فرانسه به سرقت رفت. جواهرات به سرقت رفته قرار بود تا پایان ماه آگوست در هتل کارلتون در معرض نمایش عموم باشد. دو ماه پیش نیز در جریان برگزاری جشنواره سینمای کن، این شهر هدف دو سرقت بزرگ جواهرات قرار گرفت. بر اساس این گزارش به تازگی میلان پاپریک، یکی از اعضای باند بدنام دزدان جواهرات موسوم به پلنگ صورتی، از زندانی در سوئیس فرار کرده که به گفته پلیس باند پلنگ صورتی یکی از مظنونان اصلی سرقت‌های اخیر است. اینترپول میگوید این باند تبهکار فروشگاه‌های لوکس جواهرات و ساعت را در اروپا، خاورمیانه، آسیا و آمریکا هدف حمله قرار داده است. در همین حال آلفرد هیچکاک، کارگردان بزرگ سینمای هالیوود، فیلم دستگیری یک سارق که داستان سرقت جواهرات گرانبهاست را در همین هتل فیلمبرداری کرده بود. بینندگان عزیز، به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. سپاسگزارم از توجه شما عزیزان به این بخش خبری. یادآور می‌شوم که برنامه خبری ما در ساعت 3 بعد از ظهر و 11 شب به وقت لس آنجلس تقدیم حضور شما عزیزان در سراسر جهان، خصوصا کشور عزیز ما ایران می‌شود. با این توضیح که اگر مایل به پخش پیام‌های بازرگانی در این برنامه خبری هستید، می‌توانید با شماره تلفن 818-486-7619 تماس بگیرید. تشکر می‌کنم از همکارانم در کادر فنی تلویزیون اندیشه، خانم راشین و آقای سارو. به امید سرافرازی و پیروزی مردم ایران، خدا نگهدار.